نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 15 ماه ثور سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. انتقادها از بکار نیفتادن بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات. تا زمانی که این سیستم وجود نداشته باشه و این اطلاعات وارد سیستم نشود، نمیتونه شفافیت انتخابات تضمین بکنه. ادعاها درباره ثبت نام‌های اجباری دانش آموزان برای انتخابات از سوی وزارت معارف. در قانون هیچ وقت جبر نامده و ما نمیتونیم جبران کسی را وادار بسازیم. ادامه خوشنات ها در برابر زنان، چالش بزرگ در برابر تلاش های حکومت افغانستان. نمایشگاه ساخته های دستی شمار از زنان روستایی در کابل. و نگرانی سازمان جهانی هواشناسی از گرم شدن هوای زمین. مشروع خبرها. با گذشت 21 روز از آغاز روند ثبت نام های رای دهندگان، هنوز هم زمان بکار افتیدن بانک اطلاعاتی که مثل مستقل انتخابات روشن نیست. معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فعال ساختن بانک اطلاعاتی از اولویت‌های این بانک نبود. در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که نبود یک بانک اطلاعاتی افزون بر زیر پرسش بردن شفافیت آمار ثبت نام کنندگان، زمینه را برای تقلب‌های گسترده در انتخابات فراهم خواهد ساخت. کریم امینی گزارش می‌دهد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون بیش از 1.5 میلیون تن در سراسر کشور ثبت نام کردند، آماری که با ایمیل و تلفن گرد آوری شده است و با گذشت 21 روز از آغاز روند ثبت نام های رای دهندگان هنوز هم بانک اطلاعاتی این نهاد به کار انداخته نشده است. پلان ما هم همین بوده که نه در روز اول حتما اینا شوه، چرا در روز اول تا یک کتاب 600 تا اونجا ثبت نام نکنه کتاب در مرکز نمیایه، بالاخره در مرکز ولایت بالاخره دو در مرکز ثبت نام هست، باید 600 تکمیل شه و بیای بعضی به ولایت، باز ولایت اسکن کنه و به ما روان بکنه. بلن در پلان ما در روز اول این نبود که حتما در روز اول، فقط ما آمار میتونیم بگیریم. و اما نهادهای نظارت کننده انتخابات از پیامدهای نبود بانک اطلاعاتی هشدار می‌دهند. تا زمانی که این سیستم وجود نداشته باشه و این اطلاعات وارد سیستم نشود، نمیتونه شفافیت انتخابات تضمین بکنه. یک بحران بسیار جدی را به وجود میاره وقتی که روز انتخابات میشه و به روز انتخابات رای دهنده در او عدره که کمیسیون اعلان میکنه در او عدره رای دهنده وجود نمیداشته باشه و رقم بسیار پایین میباشه، و واضح است که این فرصت مساعد میشه برای اونمو پر کردن صندوق ها و نمو تقلبات گسترده. اگر بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات فعال باشد، ورق های کتاب های ثبت نام اسکن و ذخیره می شوند و به سادگی می شود فهمید که آمار ثبت نام شدگان دروغین هستند یا راستین. در این حال شمار از خانواده ها و نزدیکان برخی از دانش آموزان شهر کابل می گویند که آموزگاران و مدیران مکتب ها دانش آموزان صنوف 12 را به گونه اجباری وادار می سازند تا برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند. برخی از نزدیکان این دانش آموزان می گویند که آموزگاران مکتب ها با آنان گفتند که اگر شناسنامه هایشان را برای شرکت در انتخابات ثبت نکنند، در آزمون کنکور شرکت کردن نمی توانند. در این حال برخی از نمایندگان این کار را خلاف قانون و مردم سالاری می دانند. جابید جراجوهی گزارش می دهد. حضور کمرنگ ثبت نام کنندگان برای شرکت در انتخابات 28 میزان سبب شده است تا برخی اداره های حکومتی از برای افزایش ثبت نام کنندگان از شیوه های گوناگون کار گیرند. یکی از این شیوه ها فشار آوردن بر دانش آموزان و آموزگاران است. یک بدرک من گفته بودن که باید برید تو مستکر بزنید، در غیر از او بخاطر شهادت نامید مشکل پیدا میشه، شهادت نامید قبول نمیکنیم. کنکور را نمیافن و یا که اونا را نمریشان کم میکنن و استادا از هر طریقی اونا را یعنی سرشان فشار میاین که باید تذکره جمع کنن. متعلمین و مسئولین میگه باید کارت بگیرن،
یعنی شما شامل امتحان نمیشین. برخی از نزدیکان دانش آموزانی که برای ثبت نام در انتخابات وادار شدند، این کار را استفاده سو از معارف می دانند. ثبت نام یک واجبه ملی است البته، ولی نه اینکه از طریق فشار، جبر یا مثلا بهانه‌ای که تو اگر ثبت نام نکنی در کنکور را نمیابی یا مثلا در تحصیلات را نمیابی، یک جور است. شمار از اعضای مجلس نمایندگان نیز در برابر این کار وزارت معارف واکنش نشان میدهند. در قانون هیچ وقت جبر نامده و ما نمیتونیم جبران کسی را وادار بسازیم. اما وزارت معارف میگوید که هیچ دستوری در این باره به مکتبها و آموزگاران داده نشده است. در پهلوی ازی که اجباری در کار نیست، ما حتی از تمامی طرف ها خواستیم که از معارف من حیث حربه سیاسی و وسیله سیاسی استفاده نکنند. هرچند حکومت از راه‌های گوناگونی برای تشویق و وادار کردن مردم برای ثبت نام در انتخابات 28 میزان کار گرفته است، اما تا کنون بیش از 1 میلیون تن ثبت نام کردند. رئیس جایه ادامه خشونت‌ها را در برابر بانوان در کشور همچون چالش فراهراه تلاش‌ها در افغانستان می‌داند. عبدالله عبدالله در نشست از بهره بررسی خشونت‌های خانوادگی در کشور می‌گوید که در حالات به نام تطبیق قانون در برابر کسان خشونت صورت می‌گیرد. در این حال لوی سارنوال کشور افزایش حضور زنان را در عملیات‌های منع خشونت نهاد در ولایت‌های کشور از تلاش‌ها برای روبرویی با این خشونت‌ها می‌داند. تمیم حمید گزارش می‌دهد. نشست 3 روزه مبارزه با خشونت‌ها در برابر بانوان با شعار تامین عدالت سلامت خانواده در کشور. نشستی که از سوی لوی سارنوالی و با حضور شماری از مقام‌های بلند پایه برگزار شده است. ما متأثر از این هستیم که مسئله خشونت و خشونت علیه زنان به حیث یک چالش هنوز هم در فرارای ما قرار دارد. رئیس اجرایی می گوید که مردم و به ویژه بانوان در کشور با خشونت‌های گوناگونی روبروستند. در رفتار است، در کردار است، در تطبیق قوانین است. گاهی تحت عنوان زیر عنوان تطبیق قانون خشونت صورت می گیره و حقوق مردم پامال می شن. در این میان لوی سارنوالی از برنامه ها برای رسیدگی به قضایای این خشونت ها و نیز جلوگیری از چنین رویدادها سخن می گوید. یک هفته در افغانستان به نام هفته حمایت از خانواده اعلام شد. در این هفته تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی، تمام آحاد و نهادهایی که تأثیر دارند باید برنامه های خود را، تمرکز خود را روی خانواده، نقش خانواده و جایگاه خانواده در افغانستان به تحلیل بگیرند. همکنون در بیش از 30 ولایت کشور بخشای منع خشونت‌ها در نهادهای زیر اداره لوی سارنوالی از سوی بانوان رهبری می‌شوند. در یک سال اخیر تلاش‌ها برای جلوگیری از خشونت‌ها در برابر بانوان و نیز آگاهی دهی در این باره بیشتر بودند. در این مدت در سراسر کشور به بیش از 75,000 تن از بر رویارویی با خشونت‌ها و آزارها و اذیت‌ها و نیز درباره حقوق مالی بانوان آگاهی داده شده است. نماینده اتحادیه اروپا در نشست در کابل از همکاری‌های مالی و سیاسی نهاد برای بهبود اوضاع حقوق بشر و حکومتداری خوب با افغانستان تعهد می‌سپارد. در این حال نخست بانی کشور همکاری اتحادیه اروپا را در پیکار با فسادداری و نیز رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در کشور اثرگذار می‌داند. مسعود انصار گزارش می‌دهد. در حالی که انتقادها از اوضای نابسامان حقوق بشری، نبود یک حکومتداری خوب و نیز افزایش مهاجرت‌ها وجود دارند، اینجا نمایندگان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برای بررسی این مشکلات گرد آمدند. این موافقتنامه چارچوب همکاری میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا را برای یک دهه تعریف و همچنان فرصت‌های همکاری دو جانبه توسعه اقتصادی و سیاسی مانند حاکمیت قانون، توسعه روستایی، معارف، صحت، مبارزه علیه فساد اداری، تروریسم و مواد مخدر را فراهم می‌نماید. هدف این نشست پیکار با چالش‌های موجود در برابر حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و چگونگی تامین حقوق بشر گفته شده است و نماینده اتحادیه اروپا از کمک این نهاد برای افغانستان تعهد می‌سپارد. اتحادیه اروپا آماده است که پشتیبانیش را ادامه دهد. پشتیبانی که تنها مالی نیست، بل پشتیبانی سیاسی هم خواهد بود. این کار اجازه خواهد داد که تجربه‌هایمان را شریک بسازیم تا به ارزش‌های مشترکمان برسیم.
رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که حکومت برای حل این مشکلات تعهد دارد. حضور شمار بزرگ از مقام‌های دولتی، معاونان و وزیران و مقام‌های بلندپایه در اینجا نخست نماینده پابندی حکومت ما به تعهد مشترک و ارزش‌های مشترک ماست. این نشست در حال برگزار می شود که شماری از شهروندان کشور از وجود فساد، نبود حکومتداری خوب، اوضاع بد حقوق بشری و نیز چالش‌ها در برابر مهاجرتشان و کشورهای اروپایی انتقاد می کنند. شمار زنان روستایی ساخته های دستی و محصولات تولیدیشان را در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشتند. مسئولان وزارت انکشاف دهات می گویند که این بانوان که از سرمایه گذاران کوچک و صنعتگران روستاهای 5 ولایت به کابل آمدند، بر بنیاد برنامه ملی توسعه روستایی محصولاتشان را در نمایشگاه ها به فروش می رسانند. جاوید جراجویی گزارش می دهد. محصولات کشاورزی، لباس ها و کیف و کفش های وطنی و نیز زیورالات ساخته شده با دست بخشی از کالاها و ساخته های دستی هستند که زنان روستاهای ولایت های بلخ، ننگرهار، پروان، هرات و بامیان به کابل آوردند و در یک نمایشگاه ویژه به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه فرصت شده است برای فروش کالاهای این بانوان بازرگان. یوازنه مو خیداده چې د کلیوالی متشبسینو لپاره په خار کې مارکیټ پیدا کی، مارکیټ سره دی وصل کی او د مارکیټ یا بازار پوهه لوړه کی تر سو د مارکیټ له تقاضا څخه خبر شي. بونون کې ساخته های دستی و کالاهایشان را به این نمایشگاه وردن میگویند که شرکت در این نمایشگاه ها برای بانوان بازرگان سود چشمگیری دارد. مالی با ما بده کنه ایرات هستیم، یه روز یک جفتی دو جفتی کشی فرخته شه. اینجا میبینی که اگه از شال ابریشمی گرفته، از لباس گرفته، از هر چیز که هر روزی که بخی دست کم بفروشه 40-50 هزار روپیه، 30-40 هزار روپیه حتما فروشات داره. این بانوان میگویند که اگر بازارهای برای فروش کالاها و ساخته های دستیشان فراهم شود، کاروبار آنان به گونه چشمگیری رونق خواهد گرفت. تولیدات ما به سطح بلخ فروش نداره. ما خواهش میکنم که ما از همه دفترات کارمندا خواهش میکنم که ما را در نمایشگاه ها دعوت کنند تا ما چیزایی که در خانه تولید میکنیم، خانمایی که در بلخ گوشنشین خانه هستن، اونا بتونن تولیداتشان را به بازار برسانند. این بانوان برای دو روز کالاها و محصولات روستاییشان را در دو نمایشگاه در کابل به نمایش میگذارند. بر بنیاد برنامه ملی انکشاف روستایی در روستاها برای سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط کار فراهم می‌شود و تلاش می‌شود میزان درآمد سرمایه‌گذاران روستایی افزایش یابد. این نمایشگاه‌ها نیز فرصت فراهم کرده است تا سرمایه‌گذاران روستاها تازه‌ترین و با کیفیت‌ترین محصولاتشان را برای مصرف کنندگان به فروش رسانند. جاوید زیارتجاهی، طلوع نیوز، کابل. شورای عالی صلح میگوید که نشست سه جانبه عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا تا 6 روز دیگر در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار خواهد شد. شورای عالی صلح این نشست را برای یافتن یک راه حل درباره جنگ به صلح افغانستان بسیار مهم میداند. گلاب الدین غبار گزارش میدهد. در نشست سه جانبه عالمان دین از افغانستان، پاکستان و اندونزیا که به روز جمعه در جاکارتا برگزار خواهد شد، از افغانستان 20 عالم دین شرکت خواهند کرد. نشسته که برایند آن اعلامیه‌ای درباره چگونگی آینده جنگ و صلح در افغانستان خواهد بود. اشتراک علمای پاکستان از هر بخش مختلف هست، چون شورای علمای سرتاسری پاکستان این تصمیم گرفته اوجا اشتراک میکنن. بحث اساسی روی فتواهای قبلی تعداد از علمای پاکستان هم بحث میشه بدون شک. اما در این میان نقش عالمان دین برای مردود دانستن جنگ در افغانستان، آن هم از زبان عالمان دین پاکستان که پیش از این گفته شده است بخشی از این عالمان پاکستانی در فتوا دادن ادامه جنگ در افغانستان سهم داشتن، بسیار مهم دانسته می شود. علمای دین گام جدی بردارن و حتی اگر علمای پیدا می شوند که در جهت اختشاش در افغانستان فتوایی از کشورهای بیرون صادر می کنند، می توانند که با این تفکر غلطی که ایجاد می کنند مقابله بکنند. برگزاری این نشست در زمان سفر رئیس جمهور اندونزیا به کابل توافق شده بود. جاکارتا از پرجمعیت ترین کشورهای اسلامی در جهان است. شورای تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید. با طلوع و طلوع نیوز باشید.
ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. سازمان جهانی هواشناسی میگوید که باید زمین امسال بسیار گرمتر خواهد شد. این سازمان اعلام کرده است که در ماه گذشته میلادی بخش‌هایی از پاکستان گواه هوای گرمتر از 50 درجه سانتیگراد بودند. این نخستین بار در سال روان میلادی است که چنین هوای گرم در جهان دیده می شود. تغییرات اقلیمی مهمترین عامل گرم شدن هوای زمین گفته می شود. سازمان جهانی هواشناسی روز جمعه اعلام کرد که دمای هوا در ماه اپریل در پاکستان به سطح کم پیشینه بلند رفته بود. این گونه هوای گرم در ماه اپریل در جهان پیشینه چندان نداشته است. دو ایستگاه هواشناسی در پاکستان در نزدیک مرز کم از کم 50 درجه سانتیگراد را در 3 اپریل گزارش دادند. این ماه اپریل است، نه جون یا جولای. معمولا دمای بالاتر از 50 درجه را نمی بینیم. تا جایی که می دانیم هیچگاه در ماه اپریل گواه هوای بلندتر از 50 درجه سانتیگراد نمی باشیم. سازمان‌های هواشناسی جهانی می‌گویند که اندازه کربن دای اکساید در هوا بسیار بلند رفته است و با آب شدن یخچال‌های طبیعی انجامیده است. در دراز مدت شاخص‌های تغییرات اقلیمی تغییر می‌کنند. مثلا سطح یخ در اقیانوس منجمد شمالی در ماه اپریل پایین‌تر از سطح معمول خواهد بود. به ویژه در دریای بیرنگ سطح یخ به گونه بی‌پیشینه در ماه اپریل پایین بود. اداره جهانی هواشناسی میگوید که طوفان‌های مرگبار در شمال هند هم نشان دهنده تغییرات اقلیمی استند. در روزهای اخیر طوفان در دو ایالت راجستان و اتراپرادش در شمال هند نزدیک به 300 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشتند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رئیس ارتش پاکستان حکم اعدام 11 شورشی را که از سوی دادگاه‌های نظامی به اعدام محکوم شدند امضا کرد. این افراد که به گروه‌های گوناگون وابسته بودند در حمله بر هدف‌های نظامی و غیر نظامی و کشتار مردمان نظامی و ملکی در پاکستان مجرم شناخته شده بودند. صندوق‌های رأی برای انتخابات پارلمانی لبنان امروز به مرکزهای رأی‌دهی توزیع شدند. قرار است این انتخابات که برای تمامی شرق میانه مهم گفته می شود، فردا برگزار شود. کوریای شمالی ساعتش را با کوریای جنوبی هماهنگ ساخت. دیشب ساعت کوریای شمالی نیم ساعت به پیش آورده شد تا با کوریای جنوبی هماهنگ شود. رهبر کوریای شمالی در دیدار دو هفته پیشش با رئیس جمهور کوریای جنوبی از تصمیمش برای این کار خبر داده بود. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بانک توسعه آسیایی برای تمویل پروژه‌های توسعه‌ای در آسیا یک راهبرد دراز مدت را می‌سازد. رئیس این بانک می‌گوید که این راهبرد در سال 2018 میلادی تکمیل خواهد شد و با عملی شدن آن تا سال 2030 میلادی تغییرات چشمگیری در وضعیت زیربناهای آسیا به وجود خواهند آمد. از سوی هم مسئولان وزارت مالیه در نشست بانک توسعه آسیایی کمک‌های این بانک را برای بهبود اوضاع امنیتی و ثبات اقتصادی در افغانستان مهم می‌دانند. برنامه توانمندسازی اقتصادی کشورها برای معیاری ساختن خدمات و افزایش درآمدهایشان، دسترسی مردم به غذا و با عملی شدن پروژه‌های منطقه‌ای با کمک بانک توسعه آسیایی مشمول برنامه‌هایند که در برنامه درازمدت بانک توسعه آسیا برای کشورهای عضو این بانک گنجانیده شدند. راهبردمان را که تا سال 2030 عملی خواهند شد در سال 2018 تکمیل می‌کنیم و ما در این باره پیش از این مشوره‌هایی داشته‌ایم و من از تمام کشورهای عضو تشکر میکنم که از ما حمایت میکنند. از سوی هم نمایندگان حکومت افغانستان در نشست بانک توسعه آسیایی عملی شدن راهبرد درازمدت بانک توسعه آسیایی را برای ثبات در افغانستان مهم میدانند. قرار است که یک نشست مشترک نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان بانک توسعه آسیایی در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه آسیایی برگزار شود. مسئولان بانک توسعه آسیایی میگویند که حکومت باید پروژه‌هایی را برای تمویل به این بانک پیشنهاد کند که قابلیت عمل شدن را داشته باشند. The peace and stability in Afghanistan is not only
شما می دانید که ثبات و بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان نه تنها که خواسته مردمان افغانستان است، بل این کار برای کشورهای همسایه افغانستان و منطقه نیز مهم می باشد و رسیدن به این هدف به ادامه کمک های جامعه جهانی برای افغانستان نیاز دارد تا همه ما در همکاری با هم به این مشکل فائق آییم. در نشست سالانه بانک توسعه یافته بیشترین کشورها روی عملی ساختن برنامه‌های برقی سازی درآمدهای کشورهایشان و ارائه خدمات عامه با بکارگیری از شیوه‌های برقی تاکید کردند. شمار از پژوهشگران اقتصادی بانک توسعه یافته با ارائه اطلاعات بیشتر در این بخش، کارگیری از فناوری‌های تازه را در ارائه خدمات بهتر، افزایش درآمدها و جلوگیری از فساد در این درآمدها مهم می‌گویند. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 70 افغانی و 70 پول، یک یورو 84 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 596 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکنم. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. عبدالعظیم بدخشی امشب در مقابل دنیس کاناکوف، ورزشکار مبارزات آزاد روسی در سازمان ACB در داخل قفس بخت آزمایی خواهند کرد. رقابت آنان در استادیوم تاریخی المپیک مسکو که گنجایش 35,000 نفر را دارد برگزار می شود. این در حالی است که ریکارد هر دو فری فایتر مساوی است و هر کدام 8 پیروزی و یک باخت در کارنامه دارد. رقابت های باشگاهی ولایت پکتیکا که از یک ماه به این سو میان 84 تیم از بخش های مختلف این ولایت آغاز شده بود، روز قبل با قهرمانی دیم دیگان زمان کلب به پایان رسید. یک خبر جالب در دنیای فوتبال این که صفحه رسمی لالیگا به دو زبان پشتو و دری از هواداران دو تیم بارسلونا و ریال مادرید در افغانستان خواستند که در بازی کلاسیکو که قرار است فردا شب برگزار شود طرفدار کدام تیمند. شما می توانید این دیدار حساس را فردا شب رأس ساعت 11:30 از تلویزیون های طلوع و لمر به گونه زنده ببینید. استفن جرارد سرمربی گلاسکو رنجرز شد. ستاره پیشین تیم فوتبال لیورپول هدایت تیم گلاسکو رنجرز را بر عهده گرفت. تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما است. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.